برادرایی که ظاهیران به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنین خاصتا ریش خیلی سنتی دارین در ریش شما هیچ کمبودی نیست ماشاءالله خداوند ایمان شما را زیادتر کنه و طبق دیگر سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلام عمل بکنین برادران بلاگرایی که ریشی ریش بزرگ دارین و کوشش میکنین بسیار وقت امر معروف بکنین مردم نصیحت بکنین بعضا وقت چند روزی اخیرشی نگاه میکنم با یک دیگر حمله میکنین این خیلی باور کن با شما و آینده ای شما روز آخرت ضرر خیلی بزرگ دارد برای چی ضرر داره برادران انسان ها اکثریت وقت ظاهر انسان ها نگه میکنند خیال میکنند که اگر هر نفری که ریش بمانه یعنی که اون است و اون نماینده اسلام است اگر او اشتباهی که کرد همه سنگ به اسلام میزنند همه بعد نسبت شخصی ریشدار دار اون نفری که خطا میکنه نیست نسبت تمامی مسلمان و اسلام میشوه بله یه مشکل در خود مردم است مردم نباید هر نفری که ریش میگذارند خیال کنند که او نماینده اسلام یا او شیخ است یک نفر خواسته است که یک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکنم بیدار بکنه یعنی در خودش در زندگیش عملی بکنه من فکر نکنم که برادرها دعوا کنند که ما عالم هم یگون چیز دیگه اما برادرها 100 ساله ها شید باز میگون که مردم ما به این فکر مجبوراً در بالای سر اونا بار کرده اگه یعنی که هر نفر که ریشدار است هر نفر که حاجی است هر نفر که توقی سفید میمونه او ملا است و اگر کار اشتباهی کرد انسان همه اشتباه میکنن همه مشکل دارن همه خطاگی میکنن همه زندگی شخصی خچونه دارن و او دارن اشتباه میکنن اما اگر اشتباهی کرد همه سنگ میزنن به اسلام و به چی به مسلمان ها گمانی بعد میکنند نسبت دین اسلام که شما در این هم گناه گاره پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم وقتی که اعتکاف در شیشتگی بدن بعد مادر من رفت تعامش برد و خواست که همون خانوم شد که همون زن شد تا خانش گسیل بکنه وقتی که در شب میخواست زن شد تا خانش ببره دو صحابه در یک کنج دیوار شیشتگی بدن وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلام هر دی اونورا دید و اونا سرشون خم کردن گویا که ندیدن رسول الله اما رسول الله صلی الله علیه و سلام گفت که ای فلانی ای زنم هست صفیه صحابه مدام گفتن ای رسول خدا شرط نبود که بگو این مادر ای ما هم. ما میدونیم می که ای مادر ای ما یکی از مادرای ماست گفت نه شیطان با مانند خون گو در درون مسلمان میگرده هر جا یک ظرف بیرون میکنه میزنه میبره و شما هم برادران و گمان کردن اونا کم اکر سهم دارین در روز قیامت در این سهمتان جواب میگین ما به همه شما چی گفتنی هستم بعضی شما سین و مجای رسید اگر بعضی شما از ما دیده یاشترین جوانترین برادرای عزیز و احتسی ما به حبل الله جمعیان همه تان بر اسمان الله چنگ بزنید پیروزی شما در دنیا و در آخیرت انمی است عمل بکنین طبق گفته های رسول الله طبق قرآن و کسی اگر چیزی میگه شما اون اهمیت نتین به گفته های رسول خدا و گفته های قرآن عمل بکنین بعد گور حوالش به خدا هر یک شما دعوا میکنین این کاری ما میکنیم برای لایک نیست این ایره نمیخواستم بکنم که من مجبور شدم بعد عکس او را و حقارت میکنی سبحان الله با او رشت سنتید که نور میباره از رود تو در تو به همون سیما و صورت اسلامیت، تو چه خیلی او قدر حقارت های بیزیب میکنی یعنی ما هیچ در عقل ما توری نمیگیره برادر نخواد داره برای یک مسلمان شیطان بلاش ای قدر سیطرت کنه که خچه کنترل بیرون بکنه برادر از, از برای خدا بس بکنید متاسفانه مردم ما تا حال در همین فکر است که هر کسی ریش داره هر کسی که یک آدم از برای خدا نصیحت میکنه او ملا است او ایشان است او اسلام است پس نه خطون اگه بکنین نه مردم دیگره حضرت امار پرسیدن که ای همه با قوت کیه گفت قو همه هسته که در وقتی غذا باش خچه کنترول کرده میتونه یک نفر پیش پیرم بس الله علیه و سلم اومد گفت که اوسین یا رسول الله مرا نصیحت بکنی رسول الله گفت که لا تغذب فرد داد میرارن قال لا تغذب گفت که ای پیغمبر مرا نصیحت بکن گفت هیچ وقت غضب نکن چند بار همی پرسید که باز نصیحت کن باز گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که غضب نکن وقتی که انسان غضب میکنه و خچ از کنترل بیرون میکنه وقتی که انسان تیقی گفته های رسول الله باز عمل نمیکنه حالت میاره به همه ها میرسونه منافقین و دشمنان اسلام خیلی زیادن تمسخر میکنند در ما در شبکه های اجتماعی که ببینین ملاها بین خچون جنگ کردیسته درسته که شما هیچ وقت دعوای ملاگی و قارگی نکردین اما در سیمای شما همیشه در متاسفان مردم میبینند برادرها شما میدونین که من این کاری که میکنم برای لایک نیست وگر نه اکسای شما را میمانم میگم جواب با فلانی جواب با فلانی جواب با فلانی بعضی شما مثلا شش هشت ماه ماشید ویدیو میکنین پس پیشکات رو مبینین چه خیلی زیاده تماشی بینیتون زیاده برای چی برای شما تیز میگین شما گپی سخت میگین مرم ایگه پا را میدونم من ایچی تا را میدونم نیکی هدف ما اول خدا خودش شاهده فقط یعنی به مردم یک چی رسانده که خداوند از گناه های خودم کم بکنه خدا نگه با باشه